امروز اومدیم موزه ادبی استاد شهریار ببینیم داخلش چه خبره، حس حالش چجوریه. شهریت دلنشینی داشته، تصور کنید جز این خونه قدیمی. خیلی ساده، بیالایش که شعرهای خوب معاصر. چه خونه با صفایی هم داشته. خب بریم داخلش ببینیم چه خبر. این گروه چقدر با مردن تین دنگه. اینجا هم که دست نویسی هاشو حالا کتبش و اشعارشون و همه چیزش اونجا هست. تصویر شعر و مصاری رو بردیم این باید کنم آشپز خونهش بوده. فانوس رو پایینش هم هست؟ واقعا چقدر حس و حال خوبی. واقعا حس خیلی خوبی داره. بکنم اینجا با هم دور هم میشستن و شعر میگفتن.
یه لحظه برگرد به اون دوران، چقدر بی آرایه خیلی ساده. حالا هوا تو محله‌های قدیمی تبریز که حالا اکثرش هم سنگ فرشه، حالا اینجا الان موزاییک شده است، حس حال خیلی خوبی داره. گفتم براتون یک کوچولو قدم بزنم داخل تبریز تو محله‌هایی که نزدیک میدون ساعته. تو این کوچه خونه استاد شهریارم واقع شده، حس حال خیلی خوبی داره. کنار این ساختمانی که تازه ساخته شده، ساختمان قدیمی آجری با حس حال قدیم، در محله شهناز و اینجور جا باشه. این چه سوال خوبی داره قدم زدم تو تبریز. Dedok güldüm. O yok. بیشتر سکوت کردم که شما لذت ببرید از این حس خوب قدم زدن.
داریم ببینیم به سمت میدون ساعت یه داره قدم بزنیم حس حالمون عوض چه. از کوچه استاد شهریار اومدیم و داریم میریم سمت میدون ساعت. ببینید چه آثار قشنگی اینجا هست. واقعا قدمت این خونه ها همه حداقل 70-80 ساله و پر از اینجا خونه ها توی این اطراف هستید. یعنی چودم و بافتاشون تغییر نکرده، یکی دیگه مثل اینجا. واقعا حس حال خوبی داره. من نمیشناسم عزیز جون. واقعا نگاه کنید لذت. پر از اینجور خونه هاست، یعنی همش تاریخه، همش گذشته است. بشید تا ویدیو بعدی. پر انرژی بدرود.